این که همونطوری که پیشتر هم من گفتم یعنی مشخص هست از ظواهر و نتایجی که منتشر شده که سوالات به شکل جهتمند مطرح شده، مسائل از یک فیلتری گذشته و از اون زاویه فقط بهش نگاه شده. اینکه بحران‌های اجتماعی جامعه صرفاً به مسائل اقتصادی نسبت داده بشه، نارضایتی صرفاً در مسائل اقتصادی دونسته بشه، خوب کاملا برمیگرده به شیوه طرح سوالات و یا نگاه اون طراح یا طراحان که در واقع چطوری سعی کردن از یک فیلتری مسئله اجتماعی رو بگذرونن و به یک زاویه خاص محدودش بکنن. مسئله سن هم به نظر من خیلی مهم هست. وقتی بالای سن بالای 51 سال 50 سال رو در نظر میگیرن، عمومه، حالا جدا از اینکه قشری هست، اکثریتی که قشری هستن که بسیار تاثیرگذار هستن و مطالبات اونهاست که داره در واقع فضای اجتماعی سیاسی جامعه امروز ایران رو میسازه، اونها رو کاملا کنار گذاشتن و به یه قشری پرداختن که حالا به هر دلیلی میتونن، مطمئن نیستیم، میتونن تعلقات بیشتری داشته باشن به یک سیستم ها و روش های مثل مثلا اونچه که در نتایج نظرسنجی اومده، مثل اعتقاد داشتن به اصلاحات، در حالی که خب ما با یه نسلی مواجه هستیم که اعتراضات دو سال اخیر، اعتراضات معیشتی صنفی، اعتراضات روزمره و مستمری که در سالهای اخیر در ایران در جریان هست رو رهبری میکنن، اکثریتشون نسل جوان هستن و بخش مهمی از در واقع دانش خودشون رو دارن از جریان آزاد اطلاعات به دست میارن که توی اون دیگه نمیشه بر مبنای سانسور همه چیز رو پیش برد. این نسل میدونه که فرضاً بلند پروازی های حکومت در سیاست خارجی در منطقه، سیاست غیر مداراگر و خصومت جویانه حکومت در نسبت به کشورهای دیگه، اینها میتونه رو وضعیت داخلی اثر بذاره، هم وضعیت امنیتشون رو به خطر بندازه، هم وضعیت اقتصادشون رو به خطر بندازه. امکان مثلا زندگی نرمال از اونها گرفته شده. این چیزیست که نسل جدید به شکل‌های مختلف بیان کرده. اصلا ما نشانه از این مسائل توی این نمی‌بینیم. البته اشاره شده به مسئله حجاب، اما فکر می‌کنم در درجات چندم اهمیت قرار گرفته و مثلا به این نکته توجه نشده که در تحلیل که وقتی جامعه ایران دو سال قبل به بهانه حجاب اجباری به خیابان میاد، بخشی از جامعه که اغلبش هم نسل جوان هستن، این مطالبه چه وضعیت و چه شکل نمادینی داره و به چه سرعتی تبدیل میشه به یک مطالبه کلانتر در سطح سیاسی که براندازی رژیم هست یا مخالفت با کلیت نظام هست. اینا چیزهاییست که در این نظرسنجی به نظر میرسه آمدانه بهشون بیتوجهی. خب آقای بخاری،